به نام خداوند بخشنده مهربان. دین، وطن و انسانیت با هم وسیله ساختار هستند، نه تخریب. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبرستي ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر وسایل سفر سوار کردیم و از انواع نعمتهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری بسیار بخشیدیم. و گواهی می دهم که نیز معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، ادیان به این خاطر آمدن تا به منافع کشورها و مردم کار کنند. بنابراین در جایی که مصلحت در نظر گرفته می شود، قانونی حقیقی خداوند وجود دارد و دین از حرکت جهان و معماری آن جدا نیست، بلکه هنری ساختن زندگی است، نه صنعت مرگ، و فرهنگ سازندگی است، نه تخریب، و اصلاح است، نه فساد، چنانچه که الله متعال می فرماید: هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. او شما را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را به شما واگذاشت. در آیه دیگری می فرماید: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين. و در زمین پس از آن که با بعثت پیامبران و دینداری مؤمنان اصلاح گشته است، فتنه و فساد نکنید و او الله را با بیم و امید بخوانید که بی تردید رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است. دین و وطن تکمیل کننده یک دیگرند و متضاد نیستند و پایه‌های کار و سازندگی و بازسازی را با هم بنا می کنند، چنانچه که الله متعال می فرماید: و احسنوا ان الله يحب المحسنين. و نیکی کنید که براستی الله نیکوکاران را دوست دارد. و بار دیگر می فرماید: ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. و شما نیز ای مردم هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه آنگاه که به آن می پردازید ما بر کارهای شما گواهیم و هم وزن ذره نه در زمین و در آسمان از پروردگارت پنهان نیست و حتی کوچکتر یا بزرگتر از آن نیز چیزی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت شده است. و همچنان پیامبر گرامی من می فرماید: خدا دوست دارد یکی از شما کار را انجام دهد که در آن مسلط باشد. دین، وطن و انسانیت در کنار هم خواهان همبستگی اجتماعی و دستیابی به هماهنگی و شفقت میان مردم هستند، چنانچه که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسانی که رحم می کند خداوند رحمان بر آن رحم می کند. پس شما بر اهل زمین رحم کنید تا بر شما کسی که در آسمان ها از رحم کند. و همچنان بار دیگر آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید: مثال مؤمنان در رحمت و مهربانی و ارتباط با یک دیگر به مانند اعضای یک جسم است. اگر یک عضو از بدن به درد بیاید، تمام وجود آن را به درد و تب روبرو می شود. پس همه ادیان رحمت، عدالت، مدارا و آسانی هستند و این بیانگر همان انسانیت و وطن پرستی واقعی است. متفکر کننده در سیرت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به هماهنگی دین، وطن و انسانیت که حوادث هجرت نبوی شریف بر آن شاهد است. پس در اینجا وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم هنگامی که از وطن خود مکه بیرون شده
رو به او کرد و خطاب به او گفت به خدا سوگند که تو محبوب ترین سرزمین خدا نزد من هستی و من وطن خود را دوست دارم و اگر اهل و عیال تو مرا از تو اخراج نمی کردن چون به مدینه آمد و در آنجا ساکن شد فرمود خدایا مدینه را نزد ما محبوب کن چنانچه که مکه را نزد ما محبوب کردی چنانچه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه را به جای او گذاشت تا بخوابد تا امانت ها را از اهل مکه از مشرکان و کفار و دیگران به صاحبانشان برگرداند همچنان این یک پارچگی را در وفاداری پیامبر ایمان صلی الله علیه و سلم به صحابه و همراهانش در هجرت و در دعوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌بینیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در بالاترین درجات وفاداری به یاران و اهل بیت و امت خود بود. چنانچه می‌فرماید امین‌ترین مردم در مال و صحبت ابوبکر است. اگر من غیر از الله دوستی برگزینم پس دوستی ابوبکر را برمی‌گزینم. اما من ابو بکر را نگرفتم بلکه برادری و محبت اسلام مرا انتخاب نموده. ستش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیز معبودی برحق جز الله یکتا و بی‌همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. شکی نیست که دین و میهن پرستی و انسانیت مستلزم و همزیستی و تساهل میان همه مردم است و برای حفظ جان و سرنوشت و کرامت مطلق انسانیت او از هر رنگ و نژاد و دین که باشد ترکیب می شوند چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم بار دیگری می فرماید من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا هر کس انسان را جز برای قصاص کسی یا به کفر فسادی که در زمین مرتکب شده است به قتل برساند چنان است که گویا همه مردم را کشته است و هر کس به خودداری از قتلهای خودسرانه و بیهوده انسانی را زنده بدارد چنان است که همه مردم را زنده کرده است و بار دیگر می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ای مردم ما شما را از آمیزش مرد و زنی آفریدیم و به تیرها و قبیلهای مختلف تقسیم کردیم تا یکدیگر را شناسی کنید بی تردید بزرگترین شما نزد الله پرهیزگارترین شما است و الله به آنچه می کنید دانا و آگاه است و چنانچه که پیامبر گرامی ما می فرماید نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب و نه سرخ بر سیاه و نه سیاه بر سرخ مگر با پرهیزگاری پیامبر ما صلی الله علیه و سلم این همزیستی را به صورت عملی از طریق برخورد با جامعه و شهر به کار برده است و در آنجا نظام همزیستی مسالمت آمیز را در چارچوبی بنا نهاد که انسانیت خالص و میهن پرستی خالصانه را تأسیس کرد و روزنامه المدینه را که بهترین الگوی همزیستی مسالمت آمیز است تأسیس کرد و در آنجا حضرت صلی الله علیه و سلم حقوق و تکالیف مسلمانان را برای غیر مسلمانان بیان نمود و کافی است به این نکته توجه کنیم که در این سند چه چیزی را شامل می شود در آن آمده بود که یهودیان مدینه امت هستند با مؤمنان برای یهودیان دین خودشان و برای مسلمانان دین خودشان هست همه اینها مستلزم همکاری ما در جهت دستیابی به منافع عمومی در سطوح ملی و بین المللی و از بین بردن فساد عمومی در سطوح ملی و بین المللی به ویژه در مقابله با گروه های تروریستی و حامیان فساد و هرج و مرج و همکاری در مقابله با آنها است که همه اینها مستلزم همکاری ما در جهت دستیابی به منافع عمومی در سطوح ملی و بین المللی و پیش برد فساد عمومی در سطح ملی و بین المللی به ویژه در مقابله با گروه های تروریستی و همچنان چالش های اقلیمی و تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی و همکاری برای همه چیز که در آن خیر و صلاح انسان در هر کجا که بر اساس انسانیت او باشد فارغ از مذهب رنگ و جنسیت باشد پس بر ما لازم است تا از یک پارچگی دین و میهن و انسانیت آگاه باشیم تا امنیت و ثبات و پیشرفت برای میهن عزیزمان حاصل شود خداوند مصر و سایر کشورهای دنیا را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.